خالق الأفلاك سميع بصير، ارزقني هداك جنب لساني أو هب لنا ذاك والخير الكافي ليس لسواك يا رب يا قادر، ليس لسواك يا رب يا قادر، ليس لسواك يا رب يا قادر، ليس لسواك يا رب يا قادر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. گرانو کتن کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیو زل بیا خپل گرانو کتن کو ته هر کله وایم او زه تاسو ډیر مننه کوم چې تاسو موږ دغه پروګراماتو ته ښه طریقې سره توجه وکړئ او دغه پروګراماتو نه خروغه فائدہ حاصل کړئ. گرانو کتن کو تیشوی پروگرام کی مخبل گران کار پو حجت الاسلام والمسلمین ڈاکٹر حسن مشتبہ سرا عصمت انبیاء پو بارے کی خبر یا تری کڑی وے وڑو دے پروگرام کی ازل بیا غنا نورا فیدہ حاصل کو. ڈاکٹر سے زتاس تا سلام عرض کوم و زتاسو ڈیرہ مننہ کوم زتاسو متخبل قیمتی وقت را کوئی ڈیرہ مننہ. ڈاکٹر صاحب، تیشوی پروگرام کی تاسو ڈیرے خی طریقے سارا مگرانو کتن کو تا دا عصمت انبیاء پو بارے کی خبر یا تری کڑی وے چھا ہم تاسو دلیل ناکلی روڑی و ہم ناکلی دلیل نمرا وڑی وړو دې پروګرام کې تاسو موږ غوښتنو کتونکو ته د ثبوت انبیاو څو کوم لیار دي اغه لیار په اړه کوم څه خبرې ترې وکړي چې موږ څنګه نبی وپیژنو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله طيبين طاهرين المعصومين واصحابه المنتجبين واللعن دائم على اعدائهم اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين. ز تاسو ته خپل ګرانو کتونکو ته سلام عرض کوم. مو بس مخکې بس د نبی عصمت په باره کې و چې نبی معصوم وي یا معصوم نه وي. جی، دې دپاره مو دلیلونه راوړو قرآن مجید نه ثابت کېدو دپاره و عقلی دلونه مو ذکر کو. اوس کې رسیږم دې ته چې که چیرې یو کس وایي چې زه نبی یم، نبی به مو څه شان سره پیژنو چې دغه نبی دی. که چیرې مو وګورم نبی پیژندو دپاره مو سره درې لارې دي. یوه لاره دا هغه دی، یوه طریقه دا دی چې مو ته خپله اطمینان حاصل شي واقعا دغه نبی دی. لکه څنګه مو وکسوم چې د نبی نبوت باندې ځینې قرینې موجودې وي، مثلا تورات کې، انجیل کې، د مو نبی په باره کې مثال عرض کوم، په باره کې چې هغه مثلا ملیه باندې به نبوت مهر وي. یو انسان دې راغله تحقیق یې وکړه کوم خصوصیات د کوم هغه ویژګي وه، کوم دغه نشست برخواست و، دغه کوم عادتونه و، دغه کوم اخلاق و، هغه نه ده پته دي ته حاصله شوه، دي ته یقین حاصل شه چې دا څه شی دی؟ نبی دی. او هغه د نبوت مهر یې هغه په ملی باندې وکتل. جی، یو دې طریقې سره حاصل شي انسان ته د نبی نبوت باندې یقین حاصل شي. لکه پیغمبر اکرم زمانه کې د مو ګران پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله و سلم وایي چې دوره حد پورې دغه اخلاق و دغه آداب و چې څوک هم هغه سره میلاو شوه نو هغه به دغه الفاظ ادا کول زده ما مور پلار نه زیات ماته خوږ و مهربان دی، مور و بال پلار نه زیات ما باندې مهربان دی. جی، لکه هیڅ یو کس وختو څه مدینه کې یا پیغمبر اکرم وکسی مکه کې یا مدینه کې نو وی کته څه پیغمبر اکرم لاړ مسجد ته، چا ورته ویلو څه زه به پیغمبر کوم ځای کې وکسم، نو ورته ویلو څه لاړ شه مسجد ته. اکثر مسجد کې مشغول وي، خلکو ته تعلیمات ورته کوي. کله مسجد ته ورنوته
وی که تو چه دیو که نبی چوک ده نپیجنی نبی غزه که غاگ وقت چه تاسو که نبی چوک ده جی پیغمبر اکرام ور تلاسو چاد که چه ده خدای نبی هم کلا ور ساکین است خبر اتره ور سراوکی کلا واپس اغ مسجد نوته نو ده غلف هزیزان ساده کول سوی ده سکه سر از میلاشون سقه ما تا مورو پلار نه زیاد مهربان دی سغا کس بیا مسلمان هم شولو نو دیشان سر انسان تا یقین حاصل شی اطمینان حاصل شی دا نبی دی دی ول یار دی بل لارا دا غدی چه مخ کی کم انبیا دی یا نبی دی غد دی کم غد بعد نبی رتی غفا باری که خبری اتره وگی دغه خصوصیات وخی یو ایس ما دا بعد دا غد چه شده نبی دی لکه حضرت یعقوب علیه السلام ده بعد شو حضرت یوسف علیه السلام ده خدا و تعالی شو نبی و البته حضرت یوسف خپل زنی کرونه معجزه خیلی و څه واجب نه خلق ده که تصدیق وکړي ده خدا و تعالی نبی ده جی. یا مثلا حضرت ابراهیم علیه السلام ده بعد حضرت اسماعیل یا نور کسان اون دیشان سره لکه حضرت عیسی حضرت موسی علیه السلام خپل ځان د بعد د مو پیغمبر په باره کې خبرې اترې کړې دغه خصوصیات بیان کړو دغه خوبیې خیلی وې چې کله حضرت عیسی دنیا نه لاړو د مو پیغمبر حضرت عیسی ایدو د بعد څه وخت د بعد دنیا ته راغله کوم راهبان و کوم حضرت عیسی علیه السلام زمانی کې څه پاتې وغو ته پته وه غو هم د دې تصدیق وکړه او غا نبی دغه کس دی خو اگر شی بیا دغو کسانو دغه مو ګران پیغمبر فرمان سرپیچی وکه او دغه خبره ونه منله البته ټولو نه ځنې اکثریتو دیشان سره برخورد وکه څه ورته یقین وسه ده هغه پیغمبر دی خو ونه سرپیچی وکه دا بله طریقهش وسه بل مخکینه پیغمبر معرفی کی ځانده بعد کوم بعد که کوم پیغمبر رسی نبی رسی غا درمه لاره ده یو نبی نبوت سا ده بید که دو ده پره غا چه شه ده معجوزه ده سا غا نبی چه شه وخی معجوزه خلگو تا وخی کلا تا دعوه که سز نبی هم نوغا خلگو تا ده نبوت سرا سرا معجوزه هم وخی و صورت که خلگو نه مطالبه وکی ده معجوزه جی. پس مو سرا دی و نبی نبوت ثبیت کی دو ده پاره دری لیاری دی یو وقت دست یو نبی یو کس وی چیز نبی هم اگه کس ورسکینی دغه کم خصوصیتونه دی صفتونه دی دغه کم اخلاق دی غو ندی تا پتا ولی گیز دست شده دی نبی دی نبی دی دوی ما لاره داغه دی چه یو کس ایده آو کی دعوه آو کی چیز نبی هم و سرا سرا ده هموی چیز لنکی پیغمبر چیز نبی معرفی کرده هم و تاسو تا پتا یه چه پلنکی نبی بیلی چه ما ده باید با پلنکی نبی بی یا اگو خلکو تا پتا وی خپل زمانه که چه مثلا پلنکی نبی ویلی و صداقه با ما ده باید نبی وی و نوع خلکی بیا قبلی در اما طریقه داده چه کلا نبی وی یو کس وی چه زن نبی هم خلک برن مطالبه وی که ده مجوزه مجوزه هم ور سره موجوده وی راوری ده خدای زن سره دی په ذریعه سره د نبوت ثبیت کیږي. مولانا صاحب زه د ځکه یوه بله پوښتنه دغه کوم که څنګه مو علاقو کې خصوصا د معجزې په باره کې هم ډېرې خبرې اترې کیږي و تاسو هم دا ذکر وکړه چې دا د نبوت پېژندو یوه لیاره دا دی معجزې والله تاسو هم ګرانو کتونکو ته د معجزې لغوي او اصطلاحي معنا وکړئ چې د معجزه څه شی دی. جی معجزه که چېرې مو وکسوم لغت کې معجزه کوم عربو کتابونه لیکلی دی غی که ده معجزه کوم معنی ذکر شوی دی غیر دی چه معجزه پخپلا ده ده عربی لفظ دی چه معجزه ده عربی لفظ دی سه ده دی ده اسم فعل دی اعجازی مصدر دی معجزه باب افعال ندی سه عربی که مختلف بابونه دی متعدی ثلاثی مجرد مزیدون فی ربعی و غیر از دیگه زنی متعدی غیر متعدی و غیر از خپل قواعد دستورونه دی ده عربی خپل اصول دی
ګرامر د خپل د عربی خو معنی دی یو کس نتوان کتل، یعنی یو کس توکسی چه نتوان دی دیتا معجزه نی او بل یو کس لجواب کول دیتا د څه شی نی معجزه نی معجزه. پس یو دادی چه یو کس توکسی چه نتوان دی دیتا یه معجزه، یو کس پاسی بل کس لجواب کی دیتا یه معجزه. معجزه. پس عربی لغت که دیده ای معجزه. اما ده معجزه کم اصطلاح که تعریف دی مختلف تعریفون ذکر شویدی خو و اکثر متکلمان دانشمندان دقا تعریف ذکر کیت استاد سبحانی هم خپل کتاب که الهیات که دنیم جلد یو کم او یم صفحه وانده دیشان سره تعریف ذکر کیت. غیت امرون معجزه چه دی؟ امرون خارق للعاده، یو ده چه امر دی دستور دی چه غا خارق عدد دی عدد نه پاس دی جی. یعنی یو عدی کار غا ندی. مقرون به تحدی ده نبوت دعوی سره چه شه دی نگده دی مع عدم المعارضه سره د دې څه غ شان سره بل څوک راوړی هم نشي معارضې هم موجود نه وي مقابل کې داسې کس نه وي چې غراش یا څه دغه شی کار زه هم کوی شم، یعنې داسې شی څه یو داسې امر څه غه عادت نه اوچت یو سره نبوت ادعا وکړي دغه کس او بل څوک غه شان سره کار ونه کړي دې ته دې معجزه. پس معجزه کې مو سره درې قیدونه شو، یو دا چه یو عدی کار ندی ور سره دا چه نبوت دوام شویه دی ور سره دا چه غا کلوی چه زداد دی شان سره مجوزه راونه غا مجوزه راوڑی غا شان سره بلچوک مجوزه نشی راوڑی. پس دیست تا دا لغت و اصطلاح کسی شی نی مجوزه نی. اما کچه ری قرآن مجید تا مو ترگی و غروم دکتر صاحب بخنه باری و اولا و دمکو دمید باد و پس رسو و تاسونه نوره پیدا حاصل ان شاء الله. ګرانو کتونکو متاسف خدمت کې به حاضر کیږو یوې وړې دامې ته باندې. الله يا الله والحمد لله، الله يا الله سبحان الله، الله يا الله والحمد لله. ګرانو کتونکو تاسو په خدمت کې ځل بیا مو حاضر یو. ډاکټر صاحب تاسو ډېرې ښې طریقې سره مو ګرانو کتونکو ته ډېر خر خوږ بیان شروع کړی و. جی نو مو د عرض وکړه څه قرآن مجید کې د معجزې لفظ نه راغلی، یعنی معجزه که چیرې ذکر شوی دی بینه لفظ ذکر شوی دی بینه یا ایه لفظ قده پره راغلی دی. صحیح. لکه قرآن مجید کې حدید صورت کې شل پنځم آیات باندې خدای متعالی ارشاد فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد ارسلنا رسلنا بالبينات رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات مو ورستولو فل رسولان بالبينات معجزه سره دغه ځکه بیانه نه مقصد څه دی معجزه سره و انزلنا معهم الكتاب والميزان غو سره مو کتاب او میزان نزل ک ليقوم الناس بالقسط دې لپاره چې خلق عدل و انصاف خلق منځ کې قیم شي. جی. بیا بل آیه که هم بیانه په باره کې چې دین مقصد معجزه دی خدای متعالی فاتر صورت که ده هم شل پنځم آیات ارشاد فرمایی و این یکذبوک فقد کذب الذین من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبینات و بالزبر و بالکتاب المنیر و این یکذبوک خود ایس ای پیغمبر کشیر بود تا تکذیب کی تا در غزو نوگرنی فقد کذب الذین من قبلهم دو کسانو تا نمخ که کم هم بیاو غی هم تکذیب کری و در ویب جاءت هم رسول هم بالبینات اغا پیغمبران خدای ورده ایسا دین تا نمخی اغا پیغمبرانی هم تکذیب کردی و چه
جاءتهم رسلهم بالبينات تو پیغمبران دیو دست شیر آره معجزه را آره بیناتی را بود و به زبور و به کتاب المنیر روشن کتاب و در ایور ترارو خب یه هم قدس شیر وکر نبوت اونمانه جی نو دخو هر دو آیاتو که گورا معجزه لفظ نیره غلی بینات بینه لفظ ذکر شویده سه بینات نمکسا مراد معجزه اما زنو آیو که آیه لفظ را غلی دی زنی آیتونو که لکه ده غفیر صورت یکم دوکم اتیام آیه باندی خدای و تعالی ارشاد فرمی وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله او يو پیغمبرم ندی مگر دست ان ياتي بايه يو پیغمبر دست نه سغه معجزه راوی الا باذن الله مگر د خدای تعالی اجازه تو اذن سره جی یعنی دت معجزه ایوام نشته سغه خدای تعالی اذن سره نه لغلی نو دغزه که عین مقصد شدی معجزه بل آیات که خدای متعال چه داده سوره اعراف دره او یوام آیات مانده دی آیاتی دره او یوام آیاتی ساقه که خدای متعال ارشاد فرمایی قال یا قوم عبدالله ما لکم من اله غیره غویلو یا قوم عبدالله ده خدای متعال عبادت بکو ما لکم من اله غیره خانه الوه بلچو خدای ده تاسو نیشتاده قد جاءتكم بینتم من ربكم هذه قد جاءتكم تاسو تا چه راغلا؟ جاءتكم بینتم به تحقیق ستاسو تا بینه راغلا چه شه بینه یعنی؟ معجزه من ربكم هذه دقا خدای متعال تاسو طرف تا خدای متعال طرف نه تاسو تا دقا معجزه راغلا و معجزه چه شه وقت؟ ناقت اللهی لكم ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله قد داغا دخلنا وتعالى أغا أخا سدا توسد فارس شبا إيوا معجزة قورا داغي أيي كي هم بييني لفظ رغلي هم أيي لفظ رغلي دي س دي أردونا فاتا لغي كي سدا مراد شدي معجزة أما بييني و أيي لفظ منز كي سفار دي بيينات شدي بيينا يو روشن واضح دلیل دی لکه مو فقه هم دار که ایسا بینه کار دی قیمه که یعنی کچیر یو انسان دیسا غبانی مثلا تهمت و لگیگی یا سوشو یا یو کس ادعادو که ایسا دی پلان که ای کار وقت کار دی غبانی بینه قیمه شی بینه چشتی یعنی دو گوهیان ور باندی گوهی ویرکی تا بینه یعنی یو روشن واضح دلیل اما دغزه که بینه مراد یعنی معجزات سه یو واضح دلیل پیغمبر و نبی یو پل نبوه ثبت کرده برای یو دلیل را دید سقطت سیشه یو واضح دلیل سقطت معجزه دید اما ایه معنی سده ایه معنی یعنی نشانه یو نخ کرده یا یو شیط سوزاگر شی علامت شی دیده دید سشه ایه پس قرآن مجید که معجزه بینه یا ایه لفظ سره را غلیه دید دغزه که کچیری موکسوم پس ده معجزه تعریف قرآن مجید که غا ایه و بینه پذاریه شویده اما کم علما ذکر که غده ایت سفکار دی و دست امر سقه فوق العاده وی یعنی عادت نه پاسه وی ور سرا ده نبوت ادعا هم وی او ور سرا ده نبوت ادعا سره بلچوک غشان سره نشی کوله دیتا دیه معجزه البته معجزه نبوت ثبیت که دو پر خواسته انبیاء سره خو انبیاء اون علاوه هم امامان هم دقا معجزه کوهشی اخ صورت که چکلا ضرورت بی ویلا امامانو تا دو معجزه ضرورت هم نیشتا چون که کتاب و سنت و لازکی موجود دی اما اخ صورت که چه واقعا ضرورت بی و هم معجزه کوهشی
ډاکټر صاحب، داسې کې به زه یوه پوښتنه دغه وکړم چې څنګه تاسو د معجزې ذکر وکړ، نو دا معجزه چې کومه ده، آیا دا د خدای نه متعال کار دی یا نه پیغمبر کار دی؟ جی، که چیرې مو قرآن مجید ته نظر وکوم، قرآن مجید کې معجزه هم نبی ته نسبت ورکړی شوی دی، جی، هم خدای متعال. مو مخکې یو بحث کړی و، که چیرې تاسو یاد وي، سعی انسان فعل مختار دی یا نه دی، جبر و اختیار کی. جی، غزه کی مو دا ذکر کرده واز انسان مباشرتا کوم کار کی خپل هم دغه په باره کې اراده لري، اختیار لري، او خدای متعال هم دی که دخل از شتا بیل واسطه. بالکل. پس د انسان کوم کار دغه د خدای متعال اراده لاندې، انسان اراده د خدای متعال اراده لاندې دی. صدقه اراده خدای متعال انسان سلب نه دی کړی، د اراده ورته ور کړی دی، خو د خدای متعال نظارت لاندې. جی، که چیرې مو وکسوم معجزه هم د پیغمبر کار دی هم د خدای متعال، یعنی نه مو د سوی انسان د صرف خدای متعال کار دی، فقط پیغمبر ور کې واسطه دی اجر کې، نه د سوی انسان د صرف د فقط د پیغمبر اکرم کار دی، خدای یې دخلت دی کې نشته، نشته، بلکې د خدای متعال اذن سره، لکه مو مخکې ویلو څه الا به اذنه، د خدای متعال اذن سره هغه کار پیغمبر خپل اختیار سره څه شي کوي انجام کوي. جی، لکه څنګه یوه آیه کې خدای متعال ارشاد فرمایي ولقد ارسلنا رسلا من قبلک، مو تا نه مخکې پیغمبران رستولي رواستول، و جعلنا لهم ازواجا و ذریه، و ده پرمو و از زوجه و ذریت و خاندان و گرزول، و ما کان لرسول ان یاتی بی آیت، و یه پیغمبر اندیشان سره نیشتا چقا آیت و معجزه راوړي، الا بی اذن الله لکل اجل کتاب، مگر ده خدای اذن سره اری و اجل ده پره چه شده کتاب ده، یعنی اری و شی اجل چه شده لیکله شوید. در غزه که کسی خدای متعالی به مجوزه نسبت شده ورکی خپل ځان ته ورکی چه در خدای ایزن سره دغه کی. اما نور روزه که کسی چه دکتر شایب زبخن اقوالان دینا مخیر تصور موتا بلا آیت پیش کنه و بڑا دمکو دامه دو بعد دیو پاس رسو انشاءالله. گرانو کتون کو متاسف خدمت که بی حضیر کی بوی و بڑا دامه دو بعد. الله الله والحمد لله، الله يا الله سبحان الله. ګرانو کتونکو، تاسو په خدمت کې یو ځل بیا مو حاضر یو. ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې ښې طریقې سره مو ګرانو کتونکو ته خو خوږ بیان شروع کړی و. چې مو عرض وکړ چې د کوم ما معجزه دی هم دی که د خدای متعال د خلعت شته، یعنی خدای متعال فعل هم دی او د پیغمبر فعل هم ده. جی، فعل یعنی کار، هم ده خدای متعال کار ده، هم ده پیغمبر کار ده. دغه معجزه ده خدای متعال از اجازت سره چه شی صدر شی، جی، خوچا پذاریه ده پیغمبر اکرم یا نور و انبیاء پذاریه. لکه سنگ مو آیات ذکر که گران و کتون که خدمت که ما عرض وقت سه دغه آیه که ده رعد والا صورت اتم درشم آیات که خدای متعال یه و ما کان لرسول ان یاتی به آیت الا به اذن الله، جی، یو پیغمبرم معجزه نکیم یا نروری مگر در خدای متعال اذن سره، پس در خدای متعال کار هم شولو، یو پیغمبر بغیر در خدای متعال اذن معجزه نکی. بل زکی گوری اون چه خدای متعال ده معجزه نسبت حضرت ایوه نبی تاویر که مثلا حضرت عیسی علیه السلام تا ده معجزه نسبت ورکی، مثلا عیسی علیه السلام مثلا زی هم چه مری جواندی کام، مثلا دی ایه که چه ده علی عمران صورت یو کم پنزوسم آیات بانی خدای متعال ارشاد فرمی و رسولا الى بنی اسرائیل انی قد جئتکم بی آیت من ربکم، او بنی اسرائیل و طرف تا یو و رسول را غیته و سویلو انی قد جئتکم، به تحقیق سه قد جئتکم بی آیتین، تاست ما ایوه مجوزه را به ربی کم، به تاسو رب طرف نه،
أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. ز سكم خاور نسشه يو شيء يو موجود شيء بيدام إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. غكزة خورنا يبقى مرغية بيدو وغكي بيات شكم روح شام بإذن الله فيكون طيرا بإذن الله. هذا خوي متعالى إذا سرسشي شي مرغية ورنا جولة شي وأبري أول أكمها أو أغا إنسان سغا مرنا وشي روندوي أكمه إني أغا إنسان سغا مرنا شوي روندوي غد شكم غبا بيني والأبرسة وآغا كس غا برس بيماري كي مبتلاوي غا بيماري زد سشيكم في كوام وأحيى الموتى دغزي كسي وأحيى الموتى بإذن الله أو دخدا مطال إجازات سر سشيكم مري زندي كوام وأنبئكم بما تأكلون أو دي ببارك استوستا خبارات كم استوستا دي سر خرو وما تدخرون او تدخرون یعنی تدخرون یعنی اغا چه چه تاسو کور کسی شیخی و ما تدخرون فی بیوتکم او اخشی پا برای کسی تاسو تا خبری وکن چه چه تاسو خورو مثلا تا کور که توسته خوری او چه چه تا کور کسی شیخ کردی زخیره کردی چه ده پخلی دی جی. دی پا برای کسی تاسو تا خبر دکم این فی ذالک لآیتا لکم این کنتو مؤمنین دی که تاسو تا پر چه شیده آیا دی شیری دلیل علامات این کنتو مؤمنین که شیری تاسو مؤمنان و دیکی تاسو دوپره در تاسو دوپره یو معجزه دی زمری زنده کام و آقا کسان سغا مور نشوی گرندیان دیغا و تبینهی ورکام برز بیماری و بیماری ولی کسان شفا ورکام و تاسو سخرو کرکی و تسم کرکی جمع کردی و طولو پا برکی ستاسو خبر درکام دغزه که حضرت عیسی علیه السلام خپل ځان ته نسبت ورکوي اگر چې د خدای اذن سره بس دغه ځکه هم د حضرت عیسی علیه السلام کار دی هم د خدای متعال کار دی خو خدای متعال امر کوي د خدای متعال اجازت سره هغه کار بیا حضرت عیسی علیه السلام انجام کوي پس کوم معجزه دی هم د خدای متعال کار دی هم د نبی کار دی دست اینه دیسه صرف ده نبی کار بی خدای متعالی سه دخلت نبی یا خدای متعال کار بی صرف او اگر نبی مجبور دیسه اگر کار وکی بلکه کنزه که چه ضرورت شی نبی خدای متعال نتقضا که او خدای متعال خبال ازن سره اگر مجبور اگر نبی تغییر که ایسه خلق و تخبال نبوات ثابت جی دکتر حضرت تاسو دیر درمان نکن تاسو دیر خیلی طریقه سره مگران و کتون کو تاری رخ رو خوک بیانو که انشالله رتمی پروگرام که با مو نور مجزت و بندی خبری اتری کو چه مگران و کتون کو تا نورم خ رو خوک وزیه شی زاخیر که وزل بیاتا سو دیر دینا منه نکم گران و کتون کو داغ پروگرام اس مونگ پیتا ورسیدو رتمی پروگرام پوریزا تا سو طول خدای بندی سپرم اللہ پا آمان اللہ یا سنة